سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی تهران برای اجرای فوری توافق با آمریکا درباره زندانیان خبر داد. ناصر کنانی گفت ما بارها مستقل از برجام از طریق کانالهای مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسئله زندانیان به طرف آمریکایی اعلام کردیم. روز گذشته وزیر خارجه آمریکا نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مشاور امنیت کاخ سفید با اشاره به 2500 روز حبس سیامک نمازی در ایران بر ادامه تلاششان برای آزادی سیامک و باقر نمازی تاکید گذاشتند رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار نگار سیاسی از ایالت کالیفرنیا با ما همراه شدن خوش آمدید آقای گوهرزاد هم یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفتن مستقل از برجام یه مذاکرات غیر مستقیمی صورت گرفته در ارتباط با تبادل زندانیان با طرف آمریکایی چقدر اصلا این موضوع که آمادگی فوری جمهوری اسلامی برای تبادل زندانیان هست میتونه نشون دهنده رسیدن به یک توافق در برجام باشه درود من هم بر شما و سپاس از دعوت ببینید چون میگن که گفتگوهای دیگری انجام شده واقعیت این است که این گفتگوها با کسانی انجام شده که اتفاقا خودشون در برجام دارن گفتگو میکنن یعنی اگر با آقای رابرت مالی گفتگو شده از طریق آقای مورا و دیگرها اینا همه کسانی هستن که درگیر همین مسئله برجام هستن ولی از اونجایی که این موضوع در درون موضوع برجام نیست اینها میخوان اگر بتوانن حالا که میخوان برجام رو دارن کش میدن و به نظر میرسه که به توافق نزدیک میشن ولی فاصله میگیرن و میخوام وقت بخرن شاید این یک گام مثبتی باشه در راه رسیدن به توافق برجام خب اگه قرار به تبادل زندانیان باشه فکر میکنید که اولویت با کدام زندانیان هست به چه شکل این تبادل انجام بشه بله ببینید اگه از نظر ایران که مشخصه ایران میخواد کسایی رو براش آزاد کنن که تحریما رو دور میزدن و به نوعی شون نزدیکتر هست با جمهوری اسلامی ولی برای آمریکا دست کم بر اساس شمارش اینها چهار نفر اهمیت دارن این امروز هم میبینیم که آقای مکال یکی از مایک مکال یکی از کسانی که در کمیسیون روابط خارجی نقش دوم رو داره و میتونه در صورتی که جمهوری خواه به اولویت و اکثریت برسن بیاد نقش اول رو پیدا کنه میگه که خب ما باید اینا رو آزاد کنیم بی تردید در مورد زندانیان آمریکایی آقای نمازی که تصویرش هم شما نشون دادین و آقای مراد تاهباز اینها از کسانی هستند که قطع باید آزاد بشن یعنی در اصل به چهار نفر اشاره میشه یکیش هم پدر آقای نمازی هست که اصلا زندانش تمام شده و دیگری هم آقای لوینستون هست که باید ببینن اینشون در کجا اصلا در زندان هست آیا پیداش هست اصلا فوت شده هرگز ایران و جمهوری اسلامی نگفته که چه بر سر آقای مارک لوینستون اومده و اصلا از این قضیه صحبت نمیکنه. آقای گوهرزاد به هر حال آزادی زندانیان دو تابعیتی آمریکایی خبر خوبی هست اما چنانچه اگر که قرار باشه که این آزادی هم شبیه آنچه که در بعد از توافق 2015 شاهد بودیم آنچه که میان ایران و بریتانیا افتاد برای خانم زاغری یعنی با ارائه میلیارد ها دلار پول و حالا اونجا با به رسیدن به یک توافق صورت بگیره چقدر تشویق میکنه این سیستم گروگانگیری جمهوری اسلامی و استفاده از اون به عنوان فشار رو بله. هم باره جمهوری اسلامی از گروگانگیری برای اهرام اشار استفاده کرده الان همزمانیش با مسئله برجام هست که مقدار اون مسائل رو از نظر مالی عمده میکنه که خب اینا گروگان میگیرن که میان گفتگو بکنن و به چیزی دست پیدا کنن در مورد خانم زاغری زمان زودتر بود حتی آقای مکال میگه که این آزادی خانواده باغری که به 2500 روز رسیده در دوران آقای اوباما اتفاق افتاده ولی از لیست جا افتاد از لیست جا افتاد یعنی منظورش این هستش که کسانی دیگه ای رو آزاد کردن خب دیدیم که نویسندگان و روزنامه‌نگاران را رو آزاد کرد به نظر میرسه که ایران همواره از این اهرام فشار استفاده میکنه اگر مسئله ای داشته باشه ولی اگر برجام به گفتگو به نتیجه برسه پایان هر گونه مسئله ای رو میتونه برای جمهوری اسلامی رقم بزنه سپاسگزارم رضا گوهرزاد تلگر سیاسی از ایالت کالیفرنیا همراه